اما برای 88 نشستن طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن. تحلیلاشون این بود که اگر یه بار دیگه و با همون مشی برگرداندن همه امور به مردم عمل کنه، دیگه جایی برای اونا تو کشور نمیمونه. به صراحت میگفتن آقا تو داری مردم رو پررو میکنی، دیگه نمیشه مردم رو اداره کرد. یه جریانی اومده در مراکز اصلی قدرت اما رابطهش با مردم قطعه، تکیهش به اقتدار مردم نیست. شما میدونید اقتدار یک کشور به قدرتمند بودن مردمه، یعنی که مردم قوی باشن، قدرتمند باشن، کشور قدرتمنده. خب یه طیفی اومده نیازی نمیدونه با مردم باشه، اصلا رابطهش قطعه، اما نیاز به اقتدار داره. خب برای حفظ این اقتدار باید تکیه کنه به یک نقطه‌ای که براش امنیت خاطر بیاره. در چنین شرایطی معمولاً تکیه این قدرتمندان میره به سمت منابع غیر از منابع مردم. یکی از این منابع قدرت و اقتدار گروه‌های متشکل امنیتی است. گروه‌های امنیتی که برخلاف مسئولیت و مأموریت اصلی نهاد امنیتی که حفظ منافع ملی، حفظ حقوق مردم، حفظ استقلال کشور، باز کردن راه برای اراده ملت در حاکمیت و تعیین سرنوشته، باید تضمین کنن اینو. این گروه های کوچیک مأموریت خودشون رو به قدرت رسوندن یا تثبیت قدرت اشراف سیاسی و اقتصادی میدونن و اصلا در سایه وجود اشراف سیاسی و اقتصادی اینا زندن و عمل میکنن. و این گروه کارش چیه؟ طراحی کنه، برنامه ریزی کنه. برای چی؟ اولا ارعاب مردم، به ویژه نخبگان. شما ببینید یه جریان ارعاب مردم و نخبگان در متن تمام رفتارهای سیاسی این طبقه جدید خودشو نشون میده. خیلی وقتا ممکنه که مردم از رقیب بترسونن، اصلا انتخابات قبل، ترس از رقیب. این کار جنگ روانیه، کار اون گروهه. دیگه چه کار کنن؟ علیه منتقدان، معترضان و کسانی که مخالف این طبقه اشرافن پرونده سازی کنه. در برخی موارد برخورد زورمدارانه بکنن. همینا تا حد حذف فیزیکی افراد مخالف. مثل همون چیزی که در قتل‌های زنجیری در دولت آقای خاتمی اتفاق افتاد. همین گروه بودن. بترسونن، وحشت درست کنن، پرونده درست کنن، برخوردهای تند بکنن، اگر لازم شد حذف فیزیکی کنن. این گروه بسیار آشکار اومد صحنه تبلیغات و جنگ روانی اون طبقه علیه دولت نهم رو در انتخابات به عهده گرفت. از قبل از انتخابات شروع کرد، حین انتخابات، بعد از انتخابات. همون کسایی که در قتل‌های زنجیره‌ای حضور داشتن و بخشی از وزارت اطلاعات بود. آیتور خیلی جالب شد، یعنی الان شما اشاره کردید به بحث قتل‌های زنجیره‌ای و گروه عناصر امنیتی که در این قتل‌ها دست داشتن و در انتخابات مثلا نقش آفرینی کردن. اگر ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدید که مردم بیشتر بدونن در این زمینه. بله، این ببینید مأموریت اصلی دستگاه امنیتی چیه؟ ایجاد امنیت برای مردم که مردم از آزادیشون، عزتشون، کرامتشون بهره ببرن، از حقوق اساسیشون بهره ببرن. برخلاف این مأموریت اصلی، اینا حاشیه امن درست میکنن برای طبقه اشراف، برای قدرتمداران، برای جریانات سیاسی بریده از مردم، برای عناصر فرصت طلب فاسد، برای غصب مناصب، برای غارت اموال مردم. اینا حاشیه امن درست میکنن برای غارت بیت المال. اینا از اشراف سیاسی اقتصادی به طور سازمان یافته حمایت میکنن. به همین دلیله که هر چند وقت یه بار ما با یک فساد چند هزار میلیارد تومانی مواجه میشیم که دیگه اونقدر بزرگ بوده که امکان پنهان کردنش وجود نداشت، میزنه بیرون. اون حاشیه امنیتی کی درست کرده براشون؟ همون جریان امنیتی.
البته در کشف این فسادها برای بچه های امنیتی انتظامی مؤمن، صالح، دلسوز و مردمی خب خیلی نقش داشتن، اما اونا میخواستن کتمان کنن، پشتیبانی میکنن. مگه میشه کسی در کشور بدون پشتیبانی این حلقه های قدرت و جریان امنیتی بتونه این فسادهای بزرگ رو مرتکب بشه؟ از برنامه های دیگه اینها و طرح‌های معمول این باندهایی که رخنه کردن به سیستم‌های امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا، سازماندهی اراذل لوباش سازماندهی میکنن، حتی مسلح میکنن. کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن علیه این طبقه اشراف، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینه‌های برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. مثل همین چیز که تو آمریکا دیدی. خب مردم به چی اعتراض داشتن؟ به نژاد پرستی، به قتل یه سیاه‌پوست. دیدیم یه گروه‌های سازمان یافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه‌های برخورد خشن با مثل مردم که حقوق خودشون رو مطالبه میکنن فراهم بکنن. در انتخابات 88 به طور جدی و آشکار با نقش و اقدام سازمان یافته این باند امنیتی ما مواجهیم.